خیلی من خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم. باز هم سپاس از برگزاری این سمینار. موضوع صحبت من امروز خوشسالی انسانی هست و کاری که امروز ارائه میدم مجموعه ای از چندین کاری که در سالهای گذشته انجام شده و توی این کار هم تعداد زیادی از همکاران دانشجویان مختلف کمک کردن که اسمشون اینجا گذاشتم، اسمشون اینجا هست. البته این من تصمیم گرفتم چون احتمالاً افراد مختلف از بک‌گراندهای مختلف اینجا هستن، به جای وارد شدن به جزئیات یک کار، تعداد کارهایی که مشابه هم هست با موضوع خوشسالی انسانی در موردشون صحبت کنم. قبل از هر چیزی بذاریم یک مقدمه بگم در مورد انواع خوشسالی ها که در مقالات شاید بهشون بر بخوریم. ما خوشسالی هواشناسی داریم یا همون هیدرولوژیکال دراوت که در واقع بر اساس بارندگی معمولا توصیف میشه، کمبود بارندگی در یه دوره نسبتا طولانی به عنوان خوشسالی هواشناسی بهش نگاه میکنیم. خوشسالی کشاورزی بیشتر از بعد رطوبت خاک بهش نگاه میشه که برای کشاورزی خیلی مهم هست. خوشسالی هیدرولوژیکی یا همون هیدرولوژیک دراوت در واقع دفیسیت دبی رودخانه یا منابع آب زیرزمینی یا مخازن آب یا ترکیبی از اینها بهش نگاه میکنیم. یه گزینه هم به اسم خوشسالی اقتصادی اجتماعی داریم که بیشتر به بالانس بین نیاز آبی و آب موجود نگاه میکنه و اغلب تمرکزش روی خوشسالی هایی هست که یه اثر اقتصادی یا اجتماعی در جامعه ایجاد میکنه. ما در یک مجموعه از مقالات اولی سال 2015 بحث خوشسالی انسانی رو مطرح کردیم که به طور کلی میشه که خوشسالی که یا ایجاد شده به خاطر عوامل انسانی یا به خاطر عوامل انسانی خیلی تشدید شده. و دلیل این که این نوع خوشسالی رو خیلی روش تاکید داریم این هست که حالا باید جزئیات بیشتر اشاره میکنم. این نوع خوشسالی غیر از این که اثرات انسانی مثل مصرف آب یا حالا برداشت بی‌رویه آب زیرزمینی و غیره میتونه تأثیر مستقیم و منطقه‌ای داشته باشه، به خاطر عوامل دیگه همون بحث مثلا گازهای گلخانه‌ای و غیره ممکنه حتی نوع خوشسالی هواشناسی ما رو هم تغییر بده و حالا اینو با جزئیات بیشتری توضیح میدم. بحث انسانی خب کاملا واضح است، تقریبا همه جا چیزی که ما داریم میبینیم اینه که با افزایش جمعیت، افزایش صنایع، افزایش کشاورزی، کاربری اراضی تغییر میکنه، خیلی جاها دریاچه ها دارن خشک میشن و این اثرات فقط اثرات منطقه‌ای نیست. یعنی مثلا این دریاچه‌ای که فرض کنید در یه منطقه ما داره خشک میشه، ممکنه در واقع اون تغییراتی که در تبخیر و تعرق ایجاد میکنه ممکنه حتی ماکرو کلایمت یا اون اقلیم منطقه‌ای رو تغییر بده و یا حتی منطقه های دیگه‌ای رو هم تحت تاثیر قرار بده. بیشتر از بحث خوشسالی انسانی ترکیب همه این عوامل هست که حالا با جزئیات بیشتری شما ارائه میدم. حالا بذارید چند تا مثال اول بزنیم. دریاچه ارومیه خودمون که برای همه آشنا هست، از دوره‌ای که تغییرات خیلی شدید شد و سطح دریاچه کاهش پیدا کرد، تقریبا این خط آبی رو اگه شما نگاه کنید، سطح آب، این دقیقا مصادف هست با زمانی که surface water withdrawal یا برداشت آب ما از منطقه به شدت افزایش پیدا کرد. البته خب الان یه خورده بهتر شده توی این چند سال که ترسالی هم بوده، ولی به طور کلی چیزی که مهم هست اینه که این تغییرات شدید دریاچه همزمان بود با این افزایش شدید مصرف و استفاده آب از منطقه. اگر ما به پترن خوشسالی نگاه بکنیم، توی این دوره‌ای که دریاچه همیشه رو به پایین بوده، ما دوره‌های ترسالی هم داشتیم، ولی با اینکه دوره ترسالی داشتیم همچنان سطح دریاچه افت کرد.
اگر ما به تصاویر ماهواره نگاه کنیم، مثلا همین فقط 2011 و 15 رو مقایسه بکنیم، این قسمت سبز که شما ببینید خیلی زیاد شده، اینه در واقع کشاورزی هایی است که در اطراف منطقه افزایش پیدا کرده و نیاز آبی در منطقه خیلی خیلی اضافه شده. در کشورهای دیگه هم چیزهای شبیه این ما میبینیم. گراف بالا در واقع مخازن و مصرف آب رو در جنوب و شرق استرالیا نشون میده، جایی که آب در واقع بالا دست شهر ملبورن و اون حوزه مربوط به شهر. این پله هایی که ما اینجا میبینیم تو این تصویر مخازنی هستند که به مرور در سالهای مختلف ساخته شدن. هر مخزنی که ساخته شده یه مقدار حجم در واقع نگهداری آب و افزایش داده، در واقع استوریج کپاسیتی رو برده بالا. مثلا این تامسون رزروار مقدار آب قابل کنترل رو در واقع استوریج رو به طرز قابل توجهی بالا برد و اون موقع که اینو ساختن میگفتن دیگه استرالیا اصطلاحا دراوت پروف شده و دیگه از خشکسالی آسیب نمیبینه. ولی چیزی که ما میدونیم اینه که هر چقدر ما منابع اون بیشتر بشه، مخازنمون رو بیشتر کنیم، در واقع تلاش و رقابت برای آب بیشتر میشه و مصرف به مرور زیاد میشه و این water use، این در واقع خط قهوه‌ای رنگ مصرف آب هست که به مرور زیاد شده و یک دوره 10 ساله خیلی خوش رو هم اونها تجربه کردن در سالهای منتهی به 2009، 10 سال منتهی به 2009 تقریبا. پایین دیتا مربوط به کویت هست. تو کویت خب شرایط خیلی متفاوته، اونجا چیز به اسم رودخونه، حالا آب سطحی به اون شکل نیست، منبع اصلی الان آب شیرین کنها هستن و این شکل پله‌ای افزایش ظرفیت آب شیرین کنها رو نشون میده، مثل سطح‌ها که به صورت پله‌ای مخزن ما رو اضافه میکنن، یه همچین شکلی رو ما اینجا هم میبینیم. ولی در همین کویت باز دوباره تغییرات مصرف آب، water consumption، این خط صورتی رنگ هست که به طرز بسیار قابل توجهی بالا رفته و این تغییرات اینجا کم که در یه مقدار افت داشته مربوط به جنگ عراق هست و عراق که حمله کرد به کویت. این چیزی که هست در واقع پترن افزایش مصرف آب در خیلی جاهای دنیا ما به همین شکل داریم میبینیم. خیلی جاها انگیزه بحث کشاورزی و خودکفایی و این مسائل هست، خیلی جاها نیاز آبی هست یا سطح رفاه داره میره بالا و به همین دلیل مصارف داره زیاد میشه. چیزی که مهم هست اینه که در اکثر نقاط دنیا، حالا این شکل مربوط به آمریکا است، ولی بیشتر جاهای دنیا اگه به بارندگی نگاه کنیم، خط آبی یا تغییرات خیلی زیاد نیست یا اینکه بالاخره بالا یه مقداری زیاد شده یا یه مقداری کم شده، ولی به هر حال بیشتر در واقع تغییراتی که ما می‌بینیم نسبت به مثلا جمعیت قابل مقایسه نیست. جمعیت این خط سیاه هست که به طور مرتب داره افزایش پیدا می‌کنه و مصرف آب هم به مرور افزایش پیدا کرده. خب خیلی جاها تو کشورهای پیشرفته به خصوص اخیراً یه مقدار کم شده به خاطر تکنولوژی‌های کاهش مصرف، ولی چیزی که هست اینه که در کل ما داریم به این سمت میریم که منابع ما تقریبا یکسان اون بارندگیمون، حالا یه مقدار ممکنه کم و زیاد بشه ولی به هر حال مصرف ما به مقدار زیاد میشه. تو بحث خوش‌سالی انسانی اگه ما بخوایم یه مقدار اینو بازتر بکنیم و ربطش بدیم به بقیه انواع خوش‌سالی ها، همونطور که گفتم هواشناسی، خوش‌سالی هواشناسی شروع میکنه معمولا داستان کمبود آب رو، بعد به مرور اثرش رو روی رطوبت خاک میبینیم، خوش‌سالی کشاورزی و بعد هم در رودخانه ها و مخازن سطح ها و اینها. حالا این چه ارتباطی به بحث انسانی پیدا میکنه؟ ما چند بعد مختلف داریم. یه بعدش که خوب خیلی وسیعه، تمام گسترش های صنعتی توسعه به طور کلی تغییرات ایجاد میکنه از نظر گازهای گلخانه‌ای و غیره، که خب یه سری تغییرات کلی ممکنه به روی خوش‌سالی هواشناسی ما بذاره. از طرفی در سطح منطقه تغییرات کاربری اراضی ممکنه مایکروکلایمت ما رو عوض کنه و از اون مهمتر افزایش شدید مصرف آب، همونطور که مثلا توی شکل‌های قبلی هم دیدیم، میتونه
به صورت منطقه‌ای در مقیاس‌های خیلی کوچک‌تر تغییرات قابل توجهی در نیاز آبی ما بده که طبیعتاً ارتباط داره به همه موارد قبلی. مثلا وقتی ما به آب بسیار زیادی احتیاج داشته باشیم به مرور و خشکسالی هم بشه، آب بیشتری پمپ می‌کنیم از مخازن آب زیرزمینی و اثر اون رو در هایدرولوژیک دراوت می‌بینیم و اینا همه به هم اینترکانکتد هست. حالا من یه چند مطالعه موردی رو به خصوص در مورد ایران هم اشاره میکنم که همین قضیه رو بیشتر باز میکنه. چند سال پیش خانم دکتر اشرف که الان دانشگاه کنکوردیا هستن یه مطالعه با این موضوع بحث استحصال آب از حوزه های اصلی ایران انجام دادن که غیر از اون حالا معادله وادر بلنس کلی اینجا هست، بحث ورودی رو در نظر گرفتن، بارندگی، لاس که همون اینجا میشه تبخیر و تعرق، و همچنین با در نظر گرفتن مقدار آبی که بین حوزه ها جابجا میشه، اچ این یا همون هیومن این فلو، و همچنین مقادیری که خارج میشه از این حوزه ها چه به صورت طبیعی اس اوت تو این ایکویشن و هم در واقع استخراج های انسانی اچ اوت، که اون این بالانس در واقع اون چیزی که باقی میمونه بهش میگن اصطلاحا نت فلاکس یا FN تو این ایکویشن بهش میگن نت فلاکس. ما اگر اچ اوت یعنی برداشت انسانی برداشت آبمون رو نرمالایز کنیم با FN یا نت فلاکس، به ما این اچ اوت با اچ کوچیک رو میده که این چیزی هست که ما اینجا تو این شکل دایره ای نشون داریم. این اچ اوت در واقع داره میگه که چه فرکشنی، چه درصدی، حالا اگه زده از نت فلاکس موجود در هر حوزه داره برداشت میشه. ما اگر نگاه کنیم در خیلی جاها این مقدار تقریبا یکه، یعنی تقریبا هر چی ممکنه برداشت بشه داره برداشت میشه، نه اینکه هیچی دیگه باقی نمیمونه، یعنی به نسبت اون چیزی که وارد میشه خیلی جاها تقریبا کامل داره برداشت انجام میشه. ما اگه بخوایم یک سیستم در واقع سالم داشته باشیم، به صورت قابل توجه این برداشت ها زیاد هست. حالا اوضاع هرمزگان نسبت، یعنی حوزه بندرعباس و مهران کالین ها که به سمت منطقه شما هست، یه مقدار بهتر از خیلی جای دیگه است، ولی در کل شرایط بیشتر حوزه های ما خیلی بحرانیه. حالا جزئیات این دیتا اینتون مقاله در وبسایت منم هست و آنلاین هم هست، حالا وارد همه جزئیاتش نمیشیم. مطالعه ای که در ادامه همین کار انجام شد در همین کار این که ما ببینیم وقتی ما میخوایم به خشکسالی و خشکسالی ها آینده نگاه کنیم، کاری که اغلب مطالعات انجام میدن از مدل های اقلیمی نگاه کنن، مثلا بارندگی آینده چیه، آینده نسبت به گذشته چیه، و این تغییرات میشه اینکه حالا خشکسالی در آینده زیاد میشه یا کم میشه. ولی به نظر ما این تا حدی میتونه حتی غلط انداز باشه. چرا؟ ما باید بیان اون بحث نیازهای منطقه‌ای، همون مصرف آب منطقه‌ای هم بیاییم به اینها ترکیب بکنیم. مثلا اگر ما به چند تا حوزه نگاه بکنیم، ارومیه، کرخه، کارون و جراحی، این چهار تا حوزه‌ای که ما داریم می‌بینیم، چیزی که مدل‌های اقلیمی از تغییرات به ما نشون میدن در ستون اول هست. یعنی می‌گیم که مثلا اگه تغییرات حالا استوریج ما در واقع نگاه می‌کنیم که یه مقدار معیار بهتری برای اویلیبیلیتی آب باشه با سناریوهای مختلف RCP 4.5 8.5، بیشتر حوزه های ما نشون میده که در آینده احتمالا خشکتر میشه، به استثنای جراحی که در واقع مدل های اقلیمی، حالا مدل ها همه خطا داره در اونش بحثی نیست، ولی در حال تا حدی نشون میده که این حوزه ممکنه تر بشه به نسبت. ما تو همه اینها اگه بیاییم سناریوهای استخراج آب، همین اچ اوت که اینجا صحبتشو میکردیم، از همین دیتا بر اساس اینها سناریوهای
اچ اوت درست کنیم، که یعنی مثلا مصرف آبمون رو 10% بیشتر بشه نسبت به اون چیزی که هست، 30% یا 50%، چه اتفاقی میفته؟ خب طبیعتا جایی که خشکتر میشه شرایط بدتر میشه، ولی مهم اینه که حتی در جایی مثل حوزه جراحی که مدل های اقلیمی شرایط تر نشون میدن، ما میبینیم که اگر مصرف انسانی ما بخواد از یه حدی زیادتر بشه، یعنی بیشتر از 30% یا 50% اون چیزی که الان هست، که غیر قابل تصور هم نیست چون تغییرات به نسبت خیلی زیاد بوده و احتمالا هم زیادتر خواهد شد، ما حتی تو این حوزه ها هم میبینیم که سیگنال تر یا تر شدن منطقه به شدت کاهش پیدا میکنه و حتی باجت منفی میشه. و اینجا ما داریم به تغییرات استوریج نگاه میکنیم، در واقع این ترم استوریج در طول زمان نگاه میکنیم. این چیزی است که خب خیلی از مطالعات در نظر نمیگیرن، بحث منطقه یا لوکال انسانی رو. بحث آب زیرزمینی هم به همین ترتیب، این مطالعه همین تازگی ها انجام شد، تازه اکسپت شده ولی فکر کنم هنوز آنلاین نیست، هم کار خانم اشرف هست و آقای دکتر علی ناظمی که استاد کنکوردیا هستند، که واقعا بر همون اساس وادر باجت، اگه ما بیایم به تغییرات آب زیرزمینی نگاه بکنیم، اولا که ما در کل بر اساس دیتاهای زمینی، بر اساس تعداد خیلی خیلی زیادی در واقع چاه، دیتاهای چاه‌های مختلف، ما تقریبا در یک دوره تقریبا در از 13 ساله 74 کیلومتر مکعب آب زیرزمینی از دست دادیم، یعنی در واقع آبی که جبران نشده، که این مقدار بسیار بسیار قابل توجه است و اینجا حوزه ها رنگ شدن بر اساس مقدار آبی که از دست دادن. باز هم سمت هرمزگان، خب به خصوص سمت حوزه بندرعباس، یه مقدار حوزش بهتر است، شاید بعضی جاهای دیگه باشه، ولی کاله مهران یا خیلی جاهای دیگه شرایط بدتری، نسبتا بدتری دارن و بعضی جاها واقعا مقدار آب از دست رفته بسیار بسیار میشه گفت برای محیط زیست و برای منطقه خطرناک هست، که باز هم به همون بحث اثرات منطقه‌ای و انسانی برمیگرده که در اغلب مطالعات ما گاهن در نظر نمیگیریم. اینها بازم بر اساس مطالعات، بر اساس دیتاهای موجود، قطعا ممکنه خطا داشته باشه، ولی بر اساس بهترین دیتاهایی که ما بهش دسترسی داشتیم انجام شده. حالا جزئیاتش رو باز در این مقاله که به زودی آنلاین خواهد بود میتونیم ببینیم. تو همین کار ما اومدیم به عوامل مختلفی از همین در واقع مدل بالانس هم نگاه کردیم، که ببینیم آقا این تغییراتی که ما در آب زیرزمینی میبینیم آیا به خاطر خشکسالیه، حالا مثلا هواشناسیه، بارندگی منطقه تغییری کرده که ما یه همچین چیزی داریم میبینیم، یا حالا عوامل دیگه. قطعا عوامل همیشه عوامل متعددی برایندش ممکنه یه همچین شرایطی بشه، ولی همونطور که ما اینجا میبینیم، ما سمت بالا سمت چپ بارندگی معیاری از خشکسالی هواشناسی هست، بعد پی ماینس ای بارندگی منهای تبخیر و تعرق، ریچارج مقدار آبی که برگشته به زمین، اینفلو، هیومن اینفلو، این در واقع اثر انتقال آبهای بین حوزه‌ای رو در نظر میگیره که نوع و ترکیبش با ریچارج، و همچنین آبی که ما برداشت میکنیم در اساس دیتاهای چاهامون، و در واقع ارتباط اینو بر اساس کندلستاو با تغییراتی که اینجا مشاهده کردیم نگاه میکنیم. بین همه اینها همونطور که میبینیم اون استحصال آب هست که تقریبا همه چی رو داره دامینیت میکنه و کاملا مشخصه که مقدار خیلی زیادی از این سیگنال، تقریبا بیشترش سیگنال کاملا انسانی هست. اگر ما مقدار اچ اوت یا همون در واقع استحصال آب، اون برداشت انسانی رو در مقابل با ریچارج
مقدار آبی که تغذیه میشه، تغذیه آب که به تغذیه آب به اون حوزه های آب زیرزمینی نگاه بکنیم، ریشیویی که میبینیم اون نسبتش خیلی جاها در بیشتر جاهای کشور بیشتر از یک هست. یعنی مقداری که ما برداشت میکنیم خیلی بیشتر از مقداری است که آب میتونه به صورت طبیعی برگرده به منطقه، و این کاملا با اون ابزرویشن ها که ما سطح آب زیرزمینیمون داره میفته پایین هم همخونی داره، و در خیلی جاها این ارتباط رو دقیقا حتی با جمعیت و تغییرات منطقه‌ای ما میتونیم اینو ببینیم. حالا اینا همه توی یه اسکیل قرار داده شده، جایی که هم تغییرات انسانی زیاد هست، افزایش پیدا کرده، و هم اینکه این نسبت بسیار زیادی هست در تقریبا همه جایی، در بیشتر جایی کشور، به جز حالا منطقه‌ای که نسبتاً تر از منطقه شمالی و مقدار از منطقه غربی، جاهایی که شما رنگ از یک به بالا میبینیم، جاهایی است که مصرف انسانی ما از ریچارج طبیعی، از تغذیه طبیعی خیلی بیشتره. همونطور که گفتم، در بیشتر مطالعاتی که مربوط به خشکسالی هست یا در به خصوص برای نگاه به آینده، ما یه سری مدل‌های اقلیمی داریم، معمولاً تعداد زیادی رو برمی‌داریم، 20 تا 30 تا 50 تا حالا هر چقدر که بشه، یه مدل مثلا هیدرولوژیک یا لند سرفس مدل رو استفاده می‌کنیم و این کلایمت مدل به عنوان فورسینگ استفاده میشه، و از توی مدل ها مثلا رطوبت خاک رو با مقیاس منطقه‌ای یا رانآف یا همون در واقع دبی رودخونه اینها رو محاسبه میکنیم، و از روی اینها معیارهایی برای خشکسالی هیدرولوژیک در میاریم یا خشکسالی کشاورزی و غیره. چیزی که اغلب این مدل ها در نظر نمیگیرن بحث، من یه مثال قبلش بگم، مثلا اگه ما همین کار رو، یعنی دیتاهای اقلیمی رو برداریم وارد مدل هیدرولوژی کنیم و به خروجیاش نگاه کنیم، ممکنه که یه همچین چیزی ببینیم. اینا مدل‌های مختلف هستن، 12 تا مدل مختلف، و ما داریم به تغییرات اینفلو یعنی آب ورودی نگاه می‌کنیم. این مال منطقه‌ای، مال جنوب شرق استرالیا هست، همون منطقه‌ای که نیاز آبیش رو قبلا نشونتون دادم، حالا به اون هم برمیگردیم. این نتایج نشون میده که ما اگه مثلا 12 تا مدل مختلف رو نگاه کنیم، همه مدل‌ها نشون میدن که در آینده منطقه خشک‌تر خواهد بود نسبت به گذشته. متوسط همه این مدل‌ها زیر خط صفر، زیر خط انامولی صفر هست و یه همچین پیغامی رو برنده. ولی خب تو این حالت، یعنی ما مخازن سطح رو ایگنور کردیم، در نظر نگرفتیم مسائل منطقه‌ای، human water use یا همون استخراج آب منطقه‌ای رو در نظر نگرفتیم، و خیلی مسائل دیگه هست، مثل اینکه مدل‌ها، اکثر این مدل‌هایی که برای کارهای لارج اسکیل استفاده میشه، حتی کالیبرن معمولاً نمیشن. برای اینکه این کار رو بتونیم بهتر بکنیم و در واقع روش آنالیز رو عوض کنیم، آقای دکتر مهران، علی مهران، دانشجوی سابق که الان استاد دانشگاه نورث جورجیا هست، اومد یک مدل جهانی رو آماده کرده و برای اولین بار اومد با دیتاهای ماهواره‌ای سطح، که دیتا به ما از مثلا 5 تا 10 سانتی متر برای سطح زمین میده، رطوبت خاک میده، بر اساس رطوبت خاک و راناف کلی حوزه ها برای حوزه های بزرگ، نه برای حوزه های کوچیک، بلکه برای حوزه های بزرگ این رو کالیبره کرد، یعنی به شکل یه حالت نسبت درست کرد. یعنی ما این مدل جهانی رو برای همه جا داریم، و حالا اگه بخوایم بحث سطح ها و مسائل منطقه‌ای رو بررسی کنیم، یه مدل دیگه ای رو داخل این باید بسازیم برای مسائل لوکال منطقه‌ای، که حالا یه نمونه‌اش رو به شما نشون میدم. همون منطقه استرالیا که عرض کردم، چون ما دیتاهای خیلی خوبی از اینجا داشتیم، یه رزروار مدل درست کرد که بر اساس مقدار آب ورودی، آب خروجی و بر اساس یه رول های که دسترسی بهش داشتیم، این مدل رو دیزاین کرد، و حتی در
لوکال، منطقه لوکال بر اساس دیتاهای ابزرویشن هم حالا اینو ولیدیت کرد که نشون میدم خدمتتون. تو این منطقه، همین منطقه جنوب استرالیا، ما 17 تا سناریو مصرف آب داشتیم که اینها رو خود در واقع دولتشون درست کرده، یعنی سناریوهای ما نیست. غیر از اینکه ما مصرف آب رو داشتیم، اینا 17 تا سناریو از خیلی اپتیمیستیک و مثبت تا حالتهای خیلی بد با در نظر گرفتن شرایط خشکسالی، حتی قوانین مهاجرت منطقه‌ای، پیشبینی جمعیت، اینها رو برای منطقه خودشون درست کردن که بر اساس اینا بتونن برنامه‌ریزی آبی دراز مدت انجام بدن. ما گفتیم خب این 17 تا سناریوها رو بگیریم، بیاریم یه مدل لوکال بسازیم. اون مدل رزروار که گفتم، علی مهران که روی این موضوع کار میکرد، اومد با دیتاهای واقعی حتی کالیبره کرد و این هم نمونه کالیبراسیون ابزرویشن و سیمولیشناش هست که نه تنها مدل ما در سکیل بزرگ تا حدی کالیبره باشه، بلکه حتی برای مجموعه رزروار هم مقدار استوریج رزروار ها رو منطقی بده. حالا ما به همون شکلی که قبلا اشاره کردم، اینجا تصویری که ما از مدل ها میگیریم از اکثر مطالعات اینه که خب اگر به این مدل ها نگاه کنیم، در آینده شرایط خشکتر میشه. حالا اگر بحث نیازهای آبی رو بیاریم وسط و از اون مهمتر ظرفیت مخازن رو بیاریم وسط، شما میدونیم که مخزن ها به هر حال تا حدی به ما فلکسیبیلیتی میدن که آب به چه شکل مصرف بشه. آبی که میاد به هر حال مدتی باقی میمونه، مستقیم وارد اقیانوس نمیشه، در مدت زیادی میمونه توی منطقه. اثرش روی خشکسالی به چه شکل است؟ این شکل نتایج رو به صورت خلاصه نشون میده. اون سناریوهای 17 سناریوهای مصرف آب که اشاره کردم، این باکس پلات های زرد هست که اینجا من متوسطاشو نشون دادم. حالا اینها هر کدوم رنج داره، رنج تغییرات داره. و باکس پلات های آبی نشون دهنده اون سیمولیشن مدل هست که در واقع استوریج مدل رو اومده سیمولیت کرده، چون استوریج هم ورودی آب رو در نظر میگیره، هم بارندگی تبخیر رو در نظر میگیره و هم مصرف آبی که مصرف میشه بر اساس نیاز آبی رو در نظر میگیره. این نشون میده که تو بعضی از سناریوها درستی که مدل ها پیش بینی میکنن که در آینده شرایط از نظر بارندگی و ران آف ممکنه تا حدی خشک‌تر باشه، ولی اگر سناریوها به سناریوهای مصرف به اپتیمیستیک برسونن، که این سناریوهای اپتیمیستیک حتی از مصرف الان هم یه مقدار کمتره، یعنی با فرض اینکه تکنولوژی های استفاده میکنن برای کاهش مصرف، ببینیم که حتی بعضی از سناریوها بالای انامالی صفر قرار میگیرن، یعنی که به طور کلی مقدار آب در دسترس حتی افزایش هم پیدا میکنه، در خیلی شرایط حتی تقریبا یکسان میمونه. این حالت نیوترال و سناریوهای نزدیک به اون، یعنی که آب مصرفی ما حالا خیلی تغییر نمیکنه. با مخازن موجود این نشون میده که نه تنها شرایط خیلی تغییر نمیکنه، بلکه شاید حتی تا حدودی هم حتی به نسبت گذشته اون چیزی که مدل هاشون میدن بهتر باشه. وقتی ما مخازن رو مخازن مثل کوپینگ کپاسیتی هستن در واقع، ولی در این حال نشون میده اگه مصرف از یه حدی زیادتر بشه، شرایط به شدت بحرانی میشه و این اجازه رو میده به در واقع این مطالعه در واقع هدفش این بود که نشون بده اون مسئولان که باید برنامه ریزی کنن چه مصرفی رو باید به عنوان تارگت در نظر بگیرن و از چه جایی به بعد ممکنه اثراتش برای منطقه، برای محیط زیست مثلا جبران ناپذیر باشه. این مطالعات به نظرم مهم است که متاسفانه کم بهش توجه میشه. بحث مخازن رو کردیم. ما چیزی که تقریبا همه مخازن انجام میدن اینی که در واقع جریان طبیعی رو پخش میکنن. این یک نمونه از کالیفرنیا هست، لیک شاستا. خط آبی جریان طبیعی هست که اون منطقه بارندگی تو زمستون زیاد هست، در تابستون خیلی کم، طبیعتاً جریان کمه، ولی خروجی سد این خط قرمز هست که میاد اینو پخش میکنه در طول سال.
برای اینکه یک مدل ساده تر بسازیم، حالا این مدل قبلی که گفتم نیاز به یک مدل جهانی و یک مدل نستد داره به اضافه کالیبریشن خیلی زیاد، آقای دکتر مهران اومد یک مدل ساده تر هم دیولوب کرد که بعد هم خیلی دیگه هم حتی استفاده کردن، که این مدل میاد میگه که برای بحث‌های انسانی ما باید به خوشسالی از دو جهت نگاه کنیم، هم تاپ داون هم بادم آپ. تاپ داون در واقع همون بحث میدیرولوژی از اون تغییرات جوی و اقلیمی که ما خیلی روش کنترل نداریم. بادم آپ میشه اون قسمتی که مربوط به مدیریت منابع ما میشه، بحث مصرف ما، مدیریت مخازن ما و غیره. بر اساس این اومد مجموعه ای از ایندکس ها رو در واقع در آورد، یکیش هست به اسم اینفلو دیمند ریلایبیلیتی ایندیکیتور که بر اساس مقدار آب ورودی نسبت به مصرف هست. انگار که ما بخوایم بارندگیمون نسبت به مصرفمون نرمالایز بکنیم، یه همچین چیزی. گزینه بعدی برای قسمت بادم آب همین کار رو با استوریج انجام میدیم، یعنی با مقدار آبی که در مخازنمون داریم بهش میگیم Water Storage Resilience Indicator. و بعد با یه روش اینا رو به هم ترکیب میکنیم که الان اشاره میکنم. اینا به چه شکل کار میکنه؟ خب برای هر کدوم یه رابطه وجود داره، این جزئیات مقالش در JGR مقاله در Journal of Geophysical Research 2015 چاپ شده. ما مقدار ورودیمون رو بر اساس دیتا داریم، مصرف رو مصرف گذشته رو هم داشتیم. برای دوره‌های مختلف ما مثلا مصرف 6 ماه آینده رو بخوایم نگاه بکنیم، میتونیم به مصرف سال گذشته در همون 6 ماه نگاه کنیم. اگه مصرف مثل بارندگی که تغییرات نداره، درسته کم و زیاد میشه، ولی خب تغییراتش اونقدی نیست که همه معادلات ما رو به هم بزنه. ما میایم مقدار آب ورودی رو بر اساس اون مصرف نرمالایز میکنیم. همین کار رو با خروجی صدها و رزروارها انجام میدیم که استوریج ما به اضافه اینپوت منهای اوتپوت، هر استوریجی یه مینیمم ظرفیتی داره که از اونجا که برای بعد استفاده بشه، اوتپوت هایی که برای محیط زیست باید انجام بشه، به اضافه expected demand همون بحث نیاز آبی در 6 ماه آینده، 12 ماه آینده و غیره است. که این در واقع سبز ایندیکیتور اینفلو دیمند ریلایبیلیتی ایندیکیتور همون تاپ داون هست و قرمز استوریج رزیلینس ایندیکیتور. اینها رو ما نورمالایز میکنیم بر اساس یه روش امپیریکال، چیزی شبیه همون SPI که ما داریم، استاندارد پرسیپیتیشن ایندکس، ولی به صورت نان پارامتریک اینها رو نورمالایز میکنیم. کد اینم روی وبسایت من هست و نتیجه آخرش یک ایندیکیتوری میشه به این شکلی ما اینجا میبینیم. یه مثال رو نگاه بکنیم. سال 2014 ما یه دوره خوشسالی 5 ساله کالیفرنیا داشتیم که تا اونجایی که تو اخبار اینا هم خیلی بود، هر روز در موردش صحبت میکردن. سال 2014 سال خیلی خشکی بود و اثرات خشکسالی خیلی زیاد بود. ما اگه به صورت به بارندگی سال 2014 نگاه بکنیم، یاد میشه حدوداً پنجمین در رکورد ما بر اساس 120 سال آماری که داریم میشه پنجمین. با همین روش که اشاره کردم برای اثر خشکسالی با در نظر گرفتن تاپ داون بادم آپ متد، با این دوتا ایندیکیتور رو اگه نگاه بکنیم، پرسپکتیو ما عوض میشه، برداشت ما عوض میشه. اینجا ما سال 2014، من نمیدونم این پایین صفحه ما رو میبینیم یا نه، در واقع این نقطه پایین اینجا 2014 اینجاست. ما پایین سمت چپ در واقع اکستریم ترین حالت ماست. میبینیم چیزی که بر اساس بارندگی پنجمی بود از نظر شدت، بر اساس مدلی که عامل انسانی رو در نظر میگیره، اکستریم ترین حالت ممکن در دیتاهای گذشته بود. و این نشون میده که ایگنور کردن اثر انسانی شاید خیلی
آندرستیمیت کنیم وسعت یا شدت خشکسالی رو. شبیه همین مثال برای لیک بروویل که اون هم در شمال کالیفرنیا هست، از مخازن بزرگ و همین آمار رو به همین شکل نشون میده، ولی یه مقدار عدداش متفاوت. ولی به همین شکل ما وقتی که این ایندیکیتور رو بربیاریم، منفی یعنی حالت خشک و مثبت تر، و ما اینجا تو این شکل پایین تو محور وای همون بحث بادم آف رو داریم از پایین به بالا، و محور ایکس از تاپ داون، و چیزی که پایین سمت چپ باشه میشه خشک، بالا سمت راست میشه تر. حالا ما چرا بعضی جاهایی همچین پترنایی میبینیم؟ همونطور که میدونیم بحث آب خب مصارف خیلی زیادی هست، بحث انرژی هست، بحث کشاورزی هست، نیاز انسانی هست، و اینها هم خیلی داره تغییر میکنه، و نیاز کشاورزی به خصوص به خاطر افزایش جمعیت در خیلی جاها افزایش خیلی زیادی کرده. ما این رو به طور خاص اومدیم اثر این عوامل مختلف رو نگاه کردیم بهش. دکتر مشتبه صادق که الان استاد بویزی استیت هست، یک تولباکسی در مورد به اسم نفیو نکسس آف فود انرژی گرادر که تو وبسایت من هم هست، لینکش در دسترس هست. این تولباکس در واقع به ما اجازه رو میده که تبدیل کنیم غذا رو به آب، آب رو به انرژی، انرژی رو به غذا و غیره. حالا وارد جزئیاتش نمیشم، فقط چند تا از نتایج رو نشون بدم. مقالش هم در وبسایت من هست و آن و چاپ شده سال 2020. ما اگه به مصرف آب نگاه بکنیم، پر کپیتا مصرف آب نرمالایز شده بر اساس جمعیت، خب خیلی جاها مصرف آب زیادتره. ما میبینیم در منطقه خشکی مثل ایران ما مصرف آب ما از اروپا بیشتره به نسبت پر کپیتا مصرف کلی ما. بیدلیل نیست که منابع آبیمون داره تحلیل میره و آبای زیرزمینمون داره کم میشه. بحث کشاورزی هم به همینطور. اینجا ما در واقع قسمت ویدرال آب کشاورزی رو داریم نگاه میکنیم. این دیتا ست تو همین پکیج نفیو هست و شما میتونین کل این دیتا هم دسترسی داشته باشین. اینجا می‌بینید که ما مصرف آب قسمت کشاورزیمون هم به نسبت خیلی کشورهای دیگه بیشتر است. طبیعی منطقه خشکه، ولی به هر حال با بعضی از مناطق خشک دیگه دنیا هم اگه مقایسه کنیم مصرف ما به نسبت بالا است. متاسفانه تو بحث انرژی هم به همین شکل. البته کشورهای دیگه هم هستن که از ما بیشتر مصرف می‌کنن، ولی بحث انرژی ما همچنان جزء پرمصرف‌ها هست، به خصوص وقتی ما مصرف رو به یونیت پروداکشن انگار نرمالایز بکنیم. این شکل پایین سمت راست از بالایی مهمتر هست. ما بالایی مربوط به انرژی برای غذا هست، همون بحث کشاورزی، و پایینی تولید جنریت کردن انرژی. باز هم ریت ما به نسبت خیلی کشورهای دیگه بالا است. خیلی از اینها برمیگرده به عدم افیشنت بودن در کارها. حالا در مورد آبهای زیرزمینی صحبت کردیم. من این شاید بهتر باشه صحبت کنم که یه مقدار کشورها رو با هم مقایسه میکنه. ما تو محور وای این هم خروجی همون مدل نفیو هست که گفتم دکتر صادق گروه ایشون دیولوپ کرد. واتر ویدرال آب کشاورزی رو داریم در محور Y، و در محور X قسمت انرژی رو داریم، انرژی برای کشاورزی. که خب هرچی این عدد بالاتر باشه از ایدئال ما فاصله داریم، یعنی انگار زیاد آب و زیاد انرژی مصرف می‌کنیم برای کشاورزیمون، و هرچی پایین‌تر باشیم، هرچی زیر خط متوسط باشیم بهتره. ما اینجا این دوتا خطای نقطه چین متوسط های جهانیه. ما رکورد داریم تا یه جورایی. حالا ما کنار ژاپن هم همینطور، ولی خب ژاپن هم منطقه بسیار سردتریه و هم خاکش خیلی حاصل خیز نیست و شرایط اقلیمی خیلی سخت و خیلی خیلی سختی داره، و به خاطر همین
تو این رده قرار میگیره. ولی ما اگه با کشورهای دیگه مقایسه بکنیم، هم تو بحث آب هم تو بحث انرژی متاسفانه خیلی انگار افیشن نیستیم و میتونیم بهرهوری رو، این نشون میدیم ما بهرهوری رو میتونیم بالا ببریم، چون خیلی کشورهای مشابه دیگه ما در لبل های خیلی پایین تری قرار میگیرن از نظر مصرف آب و مصرف انرژی. اجازه بدید تا اینجا من یه خلاصه سریع بگم. بحث خودسازی انسانی، به جای اینکه خلاصه بدم بیشتر به ریسرچ گپ ها بپردازم. خیلی سوال های زیادی هم باقی میذاره که هنوز جای کار داره. بحث خشکسالی برفی که ما در دو مقاله اخیرا اینو بررسی کردیم، لوری هانینگ که الان اخیرا استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا شدن اینا رو بررسی کردن، که حالا یه دیتایی هم در این زمینه ما چاپ کردیم. ولی اینکه ما تغییرات برف چجوری خشکسالی ما رو عوض کنه، به خصوص با در نظر گرفتن افزایش دما در آینده، وقتی که جای خیلی جای کار داره. هات دراوت یا در واقع گرم شدن خشکسالی هامون که خانم فلیشیا چیانگ که نوازدارشوی سابق بود که الان اخیرا کارش در ناسا شروع کرده، در همین زمینه مقاله چاپ کرده. ولی هنوز ما این که خشکسالی های ما در دوره های آینده در با گرمای آینده چه ارتباط چه اینتراکشن هایی نشون میدن هنوز جای کار داره. بحث کیفیت آب فرده موضوع کار ما نیست، ولی بحثی که خیلی جای کار داره. دیولوپ کردن فیوچر پاثویز با در نظر گرفتن مصرف آب منطقه‌ای و ترندهای منطقه‌ای باز هم مسئله خیلی مهمی هست. و یکی از مسائل دیگه اینکه یه تغییرات منطقه‌ای چجوری میتونه مناطق دیگر رو تحت تاثیر قرار بده. مثلا یه کشوری که منبع بزرگ مواد غذایی در دنیا هست، اگر تغییراتی توش ایجاد بشه، این مسائل چجوری کشورهای دیگر رو تحت تاثیر قرار میده، که این زمینه هم ما داریم کار میکنیم. اگر اجازه بدین من خیلی خلاصه بعضی از دیتاها و تول باکس های موجود هم خیلی خلاصه معرفی کنم قبل از اینکه صحبتمو تمام کنم. این دیتا چون ممکنه به درد دانشجو بخوره، به خاطر همین میگم هم گروه ما چند سال گذشته با همین گروه دکتر صادق که اشاره کردم یه دیتا گلوبال هیت ویو برای موج گرما چاپ کردن که دیتا در دسترس همه هست. دیتاهای خشکسالی هست که اونها هم در دسترس هست به صورت پابلیک برای کسایی که علاقه داشته باشن. و یه اخیراً دیتای جهانی خشکسالی برفی که این هم جهانی هست و در دسترس شامل قسمت‌های برفگیر ایران هم میشه. این نمونه از همون دیتا هیت ویو موج گرماست که غیر از اینکه خود دیتا میاد یه تول باکس هم باهاش هست که به شما اجازه میده دیتا رو برای یه نقطه خاص خیلی سریع استخراج کنید. و این یه نمونه از مدل خشکسالی برفی هست که همونطور که گفتم شامل مناطق برفگیر ایران هم میشه، ولی خب مناطق برفگیر ما نسبت به بقیه دنیا خیلی کوچیکه به نسبت. و دیتا هم در دسترس هست. از تول هایی که ممکنه به صورت جنرال و اپلیکیشن های زیادی داره، پرو نیوا پروسس اینفورمد استیشنری اکستریم والیو انالیسیس، این هم توی وبسایت شخصی من هست، هم سورس کد هست و هم یه پکیجی که بدون احتیاج به کد بتونیم اینو استفاده کنیم. برای آنالیز اکستریم ها هست، هم بحث نایستایی رو شامل میشه، هم ایستایی یا استیشنری نان استیشنری اکستریم والیو انالیسیس. همونطور که گفتم یک گرافیکال یوزر اینترفیس هم داره، اینو خانم الیزا وگنر دانشجو سابق دیولپ کرده که الان استاد دانشگاه دلفت در هلند هست. و خروجیش هم مثلا ریتن پیریود ریتن لول کرو میتونه باشه یا خیلی چیزایی دیگه مربوط به اکستریم ولیو انالیسیس. دو تا پکیج دیگه که اونها هم خیلی کاربردی هست که در قبلا با دکتر صادق که هر سلام الان استاد دانشگاه بویزی استیت هست، MVCAT و MAST. اولی MVCAT برای به طور کلی برای آنالیز ارتباط بین متغیرهای مختلف، حالا اکستریم ها یا نان اکستریم ها ساخته شده، میشه ازش برای کامپاوند هزارد یا اکستریم های ترکیبی استفاده کرد. و دومی برای مالتی هزارد ریترن پریود انالیسیس یا مالتی هزارد انالیسیس،
مثلا فرض کنین ما یک منطقه ساحلی مثل هرمزگان میخوایم اثر ترکیبی سیل ساحلی با سیل معمولی، سیلی که از خشکسالی میاد رو ببینیم. این به ما این اجازه رو میده که اینها رو با هم ترکیب کنیم و هزارد ما رو از بعد چند تا متغیر مختلف نگاه بکنیم. اپلیکیشن های مختلفی هم داره، مثلا همین بحث برف که اشاره کردم، اینکه ریسپانس برف به لیول های مختلف وارمینگ یا گرم شدن به چه شکل خواهد بود، مثلا میشه با این مدل ها بررسی کرد. اینها نمونه هایی هست که حالا انجام شده و در دسترس هم هست، در وبسایت من این مقاله هست، کار دوری هانینگ. و در آخر همون بحث اکستریم های ترکیبی یا کامپاوند بنس مثل سیل های ساحلی و غیره که انواع زیادی هم هست. حالا بحث باد ممکنه ترکیبش کسی بخواد با موجهای دریا نگاه کنه، یا حالا اینا یه طوری نوشته شده که بشه برای کارهای مختلف ازشون استفاده کرده و برای فقط یه اپلیکیشن خاص نیست. من فکر میکنم دیگه همینجا بحث و خاتمه بدم. باز هم باید بگم که اینا همه نتیجه کار دانشجوها و دانشجوهای دکترا و فوق دکترا که تو سالها زحمت کشیدن در خدمت شما هستم. یک سوالی یا چیزی هست که بتونم جواب بدم؟ خیلی ممنون.